خب به عنوان یک مثال برای اینکه این مطالبی که تا الان گفته شده یک مروری داخل نرم افزاری که هم داشته باشیم، همون مثالی که جلسه قبل یا در درس قبل حلش کردیم اگه یادتون باشه، یک زنجیره تأمین بود به این صورت که دو تا کارخونه داشتیم، دو تا انبار و سه تا مشتری. به دنبال این بودیم که با کمترین هزینه نیازهای مشتری ها رو که مثلا اینجا با دیمند نشون دادیم برآورد کنیم، به طوری که کارخونه ها هم یک ظرفیت تولیدی دارن. هزینه های هر ارسال مثلا از کارخونه آ به انبار اس رو روی فلش نشون بدیم. برای حل این که هم حلش کردیم هم کدش رو نوشتیم، دو تا متغیر تصمیم داشتیم اگه یادتون باشه. یه دونه xij بود و یه دونه هم yjk. xij نمایانگر میزان ارسال از آ یعنی کارخونه به j یعنی انبار و yjk نماینگر میزان ارسال از انبار به دست مشتری ها بود. الان میخواییم مسئله رو طور دیگه مدل سازی کنیم ولی یه سری تغییراتی داره. فرض کنید که بخواییم من مسئله رو با یک متغیری به اسم x, i, j و k مدل سازیش کنیم. فرقی که با قبلی داره اینی که من یک بار نماینگر میزان ارسال از کارخونه و انبار رو یادتون باشه x گرفتیم، از انبار به دست مشتری و y، این i j بود، این j k. خب این بار تو این مسئله یک بار اومدیم کلش رو، یعنی کل ارسال رو x i j k گرفتیم. مثلا اگه بگم x a s دو میشه میزان ارسالی که کارخونه آ به انبار اس و بعد به دست مشتری دوم میرسه. تو پس بنویسم میزان ارسال از کارخانه آ به انبار اس و بعد به مشتری دو. خب اگه مسئله رو به شکل قبلی یعنی xij و yij فرمول بندیش یا مدل بندیش میکردم، اینو بنویسم متغیرهای تصمیم، میدونم که xij تعدادش به تعداد اندیسای i و j بستگی داره. یعنی xij یا میتونه xas باشه یا at یا xbt یا xbt، یعنی 4 تاست. تعداد i دو تا، تعداد j هم دو تا، پس کلا میشه این چند تا؟ 4 تا. yj k چند تاست؟ میگم j من دو تاست، k من 3 تا، پس کلا این هم میشه چقدر؟ 6. در کل اینجا من 10 تا متغیر تصمیم دارم، یعنی تو اون حالت مدل سازی که قبلا داشتیم. ولی اگه من بخوام با این شکل مدل سازیش کنم، ij k میگم که دو تا i دارم، دو تا j دارم، سه تا k، یعنی میشه 2 ضرب داره 2 ضرب داره 3، میشه 12 تا متغیر تصمیم. یعنی 12 تا از 10 تا دو تا بیشتره، یعنی من با این تغییری که داخل این مدل میدم دو تا متغیر تصمیم به این مسئله اضافه میشه، که اگه فقط دو تا متغیر تصمیم اضافه بشه مطمئنه این روش خوبی نیستش، علیکی من متغیرهای تصمیم رو بردم بالا. ولی بعد اینکه مدل سازی میکنیم متوجه میشیم که باعث میشه که از محدودیت های مسئلهمون هم کمتر بشه. حالا بستگی به ابعاد مسئله، نوع مسئله، این کار میتونه مفید یا غیر مفید باشه. برای اینکه جدول های سه‌بعدی رو هم بتونیم تو نرم افزار گمز نشون بدیم، برای پارامترش بیایم هزینه رو هم با سه تا اندیس تعریف کنیم. دو تا پارامتری که داشتیم، یه دونه تقاضای مشتری بود با دی کا نشون دادیم، یه دونه ظرفیت تولید بود کپ آی بود و یه دونه هم الان میگیریم که هزینه از آی به جی و از جی به کا. یعنی مثلا به جای اینکه دو تا هزینه یادتون باشه، یه دونه سی بود از اینجا به از انبار به از کارخونه به انبار با سی نشون دادیم و از انبار به دست مشتری با صفری، الان هر دو تاشو میام با یه دونه سی نشون میدم. به عنوان مثال مثلا فرض کنید که میخوایم مقدار
C1 CA S2 رو مثلا ببینیم مقدارش چقدر. اما مسئله قبلیه، فقط میخوام با این ادبیاتش هم آشنا بشیم. میگم که از A به S فرستادن هزینه‌اش 2، از S هم به مشتری 2 فرستادن هزینه‌اش 4، 2 به علاوه 4 میشه 6. پس اما نمیتونم بگم که CIJK اگه بخوام با مسئله قبلی ربطش بدم برابر بود با CIJ علاوه سپریم JK. خب ببینیم الان مثلا من اگه به این شکل بخوام مدل سازیش کنم به چه صورتی در میاد. چون مثلا مینیمم سازیه، دوباره تا به هدفمون مینیمم مینویسیم. مینیممه بهتر با یه رنگ دیگه بنویسم که مشخص تر بشه. مینیمم Z مساوی میزان ارسال با X نشون دادم IJK، هزینش هم با C نشون دادیم IJK. گفتیم در تابع هدف بذاری هر اندیس یه سیگما هم باید داشته باشه. از 3 تا سیگما، یکیش روی I، یکیش روی J و یکیش روی K خواهم داشت. خب این تابع هدف. محدودیت مربوط به ظرفیت تولید اول بنویسم. من بگیم که مقدار خروجی که از کارخونه ها دارم X I J K کمتر از کپاسیتی یا ظرفیت تولید کارخونه آی. خب این آیه چرا؟ چون مربوط به کارخونه هست. کارخونه با آی نشون دادم. طبق آموزش های قبلی مطمئنم که اینجا یک سور عمومی روی آی حداقل باید داشته باشم، چون نمیتونه اندیسی بدون تعیین تکلیف در یک رابطه بیاد. خب الان دو تا اندیس دیگه مونده، جی و کا، مسلما اونها باید روی سیگما باشه. یکیش جی و یکیش کا. از لحاظ منطقی هم که درسته، یعنی میگم به ازای هر کارخونه مجموع ارسال هایی که به انبارها و مشتریها داره، یعنی برای همه انبارها و همه مشتریها، از ظرفیت تولیدش باید کمتر باشه. دقیقا منطقیه. و یک محدودیت دیگه هم داشتیم برای تقاضای مشتری، این تقاضای مشتری رو باید برآورد بده. دوباره میگم X I J K بزرگتر مساوی دیمند K. این K اینجا تنهاست، پس این سور عمومی روی K هم یکی دو تا اندیس I و J هست. I و J. خب اینم دوباره میگه که به ازای هر مشتری همه دریافتیاش از کارخونه ها و انبارها در کل بعد از مقدار تقاضایی که میخواد رو برآورد کنیم. اگه یادتون باشه در مسئله قبل گفتیم که ما دو تا متغیر تصمیم داریم X و Y که باید متغیرهای تصمیم دو به دو همشون با هم ارتباط داشته باشن. واسه همون اومدیم داخل انبارها هم یک محدودیتی نوشتیم. محدودیتی نوشتن که ورودی انبار از خروجیش باید کمتر نباشه، این بزرگتر مساوی باشه. ولی اینجا چون همه رو با یک متغیر نشون دادم دیگه نیازی به این رابطه ندارم و کافیه که بگم که ایکسای من مثبت و طبق فرض قبلی عدد صحیح هستن عضو اینتیجر. اگه این مدل رو مقایسه کنم با مدل قبلیمون ببینیم چند تا محدودیت کمتر شده ازش. این محدودیت سومی رو ما نداریم، یعنی به ازای هر جی. الان ببینیم ما چند تا جی داریم؟ دو تا. پس دو تا محدودیت ازش کم شده. در عوض دو تا متغیر تصمیم به این مسئله اضافه شد. خب چون مسئله ها نسبت به متغیرها کمتر حساسن تا نسبت به محدودیت ها، این کار از لحاظ زمان حل مسئله رو بهبود داده. یعنی دو تا متغیر اضافه کردیم، در عوض دو تا محدودیت کم کردیم. مسئله ها نسبت به محدودیت ها حساس ترن، یعنی فضای جوابو کوچیک نکردیم ولی دو تا متغیر بهش اضافه کردیم، یعنی دو تا بود اضافه کردن به مسئله. در این مسئله خاص این زمان حل ما رو کاهش میده. خب بریم الان همین مسئله ای که الان به شکل پارامتریک هم نوشتیم تو نرم افزار گمز کدش. خب قبلا هم گفتیم از قسمت فایل نیو میشه یک برنامه تازه رو باز کرد یا کنترل ان رو بزنیم. اولین قسمت مجموعه ها سلس، مجموعه هایی که دارم آی توضیحش هم می نویسم ایندکس فور فرمز نوادیرش او و بی.
اندیسه دیگه هم اونجه ایندکس آف بذارم ایندکس آف فرمز یا ایندکس آف استورز مقادیرش اس و تی یه دونه اندیسه دیگه داشتم که ایندکس آف کستومرز که مشتری ها رو نشون داد مقادیرش هم یک ستاره سه گفتیم که ستاره به معنی تا هستش. خب اندیس گذاریم هم تمام شد. سمت پارامترها رو بریم. خب این میتونم یا تک تک پارامترها رو معرفی کنم با پارامتر یا یه اس بزنم همه رو زیر هم بیارم. پارامترهایی که داشتم یه دونه ظرفیت تولید بود با کپ نشون دادم. اندیسش هم آیه اندیس ها رو هم گفتیم که تو پارانتز نشون. حالا توضیحش هم میتونیم بنویسیم capacity of each firm مقادیرش. کارخونه آ ظرفیت تولیدش چقدر فاصله فکر کنم 100 بود اگه اشتباه نکنم. بله 100. کارخونه دومی 90. به این شکل هم میشه نوشت یا گفتیم که به جای این و میتونیم اینتر بزنیم. اما رو بیارم زیرش برای زیبایی مهم نیست کجا باشه. این شکلی هم میتونیم همین رو تعریف کنیم. پارامتر بعدی پارامتری بود بذارید تقاضا. تقاضای هر مشتری demand of each customer. مقادیرش رو دوباره یا میتونم سطری بیارم یا به جای و از اینتر استفاده کنم. مشتری اول تقاضاش 60 و یکی 40 و یکی 70. 60 40 و 70. پارامتر دیگه ای ندارم پس پارامترش رو میبندم. الان یه دونه جدول سه بعدی دارم تیبل که C I J و البته همونطوری که الان تو آموزه‌های قبلی گفتم C I J کار میتونم تو پارامترها هم تعریف کنم ولی اون وقت مثلا باید بگم که C مثلا AS1 مقدارش انقدره AS2 مقدارش انقدره همه اون 12 تا حالت رو بنویسم. 12 تا حالت رو با تیبل نوشتن خیلی راحت تر از اینه که تو یه سرچ پشت سر هم اینا رو بیارم. خب میرم براش یه توضیحی هم اینجا بنویسم transportation cost. خب گفتیم که در تیبل های جدول های بیشتر از دو بود یا دوتای اول رو با هم ترکیب میکنیم یا دوتای آخر. اگه دوتای اول رو با هم ترکیب کنم آی من مقادیر آ و ب، جی من مقادیر اس و تی. ترکیب اینها میشه آ و اس، آ و تی، بی و اس و بی و تی. اینا رو میام مینویسم آ دات اس، آ دات تی، بی دات اس، بی دات تی. این همه ترکیب های ممکنه آی و جی. ما یکی بر انا هرچی که موند کاه مقادیرشو می نویسم یک تب دو تب سه. خب حالا ببینم از آ به اس بعدش به یک چقدر میشه. از آ به اس دو هزینش، از اس به یک هم سه، پس مجموعه میشه چقدر؟ پنج. این همین از آ به اس دو، از اس به دو چهار، پس مجموعش میشه شیش. دیگه بقیه رو به همین صورت وارد کنم مقادیرش به این شکل میشه 7 10 13 10 11 14 و سطر آخر 6 و 9 و 7. تیبل که تمام شد میتونیم هر جایی که دوست داریم یه سمیکولون بزنیم که یعنی تعریف این تمام شد. متغیرهای تصمیم variable. خب این بار اگه variables بذارم همه رو میتونم زیر هم بیارم یا اگه یه variable بنویسم تک تک معرفی میکنم. یه variable داریم که مربوط به تابع هدفه. گفتیم که همیشه باید آزاد در علامت باشه. اگه در گنز نوع یک variable رو تعریف نکنیم آزاد در علامت خواهد. و یه variable دیگه هم دارم که integer. نویسیم integer variable x. میتونم اندیساش رو بنویسم میتونم ننویسم ولی من اینجا نوشتم. خب پارامترها اندیسها و متغیرهای تصمیم تمام شد. بریم سراغ رابطه ها equations. یه دونه اینجا برای هر رابطه یه اسم میذارم.
اسم تا به هدف آنوزم Objective Function. محدودیت اول رو میتونم بزنم کوه یک، Constraint یک. محدودیت اول اگه تو این استاید نگاه کنی به ازای هر چیه آی، پس داخل پارانتز باید اون رو ذکر کنم. محدودیت دوم هم به ازای هر کاه که اون هم دوباره داخل پارانتز جلو خودش مینویسم. کوه دو همونطور که گفتم گمز نسبت به گروه بزرگ و کوچیک تفاوتی قائل نیستش. این رو همه رو برای زیبایی با گروه بزرگ شروع میکنم. خب نامگذاری تمام شد، سمیکولون میزنم. الان میگم که هر اسم چه رابطه ای رو حمل میکنه. Objective Function ما رابطه شو اگه بخوام براش تعریف کنم با دو تا نقطه میذارم، میگم که متغیر زد برابر با مساوی، ای مساوی یعنی ایکوال. تا به هدفمون اگه نگاه کنیم سامیشن، ست سامیشن روی آی و جی و کا ایک سر داره سی شد. خب یه سامیشن میذارم همه اندیسهی که داره آی و جی و کا، و الان مقادیری که به هم جمع شدن یکی ایکس اندیسش آی و جی و کا زرد داره سی آی و جی و کا. تمام شد، سمیکولو میذارم، میرم رابطه یه به یک رو بنویسم به یک وزه هر آی، دو تا نقطه میذارم. کوه یک رو اگه دقت کنید سامیشن روی جی و کا کمتر از کپاسیتی آی. میگم سامیشن روی جی و کا ایکس آی جی کا کمتر مساوی هم با مساوی ال مساوی نشون دادیم و مقادیرش کف آی. و رابطه یه بعدی کوه دو رزه هر کار دو تا نقطه رو میذارم. مهم نیست چقدر فاصله بدیم، سامیشن روی آی و جی بود ایکس آی و جی و کار این بار بزرگتر از تقاضای مشتری دیه. خب الان روابط ما هم تموم شد. برای این مدل یه اسم میذاریم، این مدل اگزمپل دو همه روابط رو میخوام شامل بشه. بعدش میام میگم که سولف کن اگزمپل دو رو یوزینگ نوع مدل ما. الان چون متغیر عدد صحیح دارم و یک متغیر آزاد در علامت زد برای تابع هدف همیشه داریم، این میشه میکس اینتیجر پروگرامی، یعنی مختلطه، هم عدد صحیح هست هم غیر صحیح. پس MIP الان میگم چی رو مینیموم یا ماکسیموم کنیم؟ زد رو بهش میگیم مینیمایزینگ زد. خب میتونم با یک دستور آپشن سولوری رو که میخوام با اون حل کنه، یعنی روش حل رو بهش بگم. اگه اینجا فایل آپشنز بزنید قسمت سولورز، یه سولور خیلی قدرتمندی برای حل مسائل LP و MIP هستش به اسم C++ که الان چون من لایسنس رو زدم برای من فوله. دقت کنید برای LP و MIP اینا نقطه های پررنگ گذاشته، یعنی اینا رو قادر حلش کنه. حالا مدل های دیگه ای هم قابل حل کردن داره. من اینجا C++ رو انتخاب میکنم، می‌نویسم MIP مساوی C++. خب الان میخوام چیا رو به من نشون بده. می‌نویسیم display، یه دونه زد رو به من نشون بده و دات ال رو میذارم که مقدار خودش رو نشون بده، یه دونه هم مقدار ایکس رو به هم نشون بده. گفتیم اینجا اندیس نمیذاری. اگه خاطرتون باشه مسئله قبلی که با دو تا متغیر ایکس و ایگر کلش کرده بودیم جواب بهینش 1030 بود. حالا اینو حل کنیم ببینیم جواب بهینش متفاوت خواهد بود یا نه. اگه درست مدل کرده باشیم به جواب بهینه مسئله یکی باشه. خب سولو رو میزنم، میبینی که اروری نداد. میرم قسمت دیسپلی و روی زد میزنم و دوباره میبینی که 1030 رو برای من نمایش داد. ولی نحوه نمایش جواب های ما یکم متفاوته. یکی از A به S که به مشتری 1 بره 60 تا، از A به S که به مشتری 2 بره 40 تا. پس کلن از A به S 100 تا رفته بود. اگه تو مسئله قبلم نگاه کرده باشین نوشته بود که A به S 100
خب میبینین که مسئله ما دوباره همون جواب رو به دست آورد و این بار یک متغیری داشتیم به اسم x. این کار کردم تا بتونم این جدول های سه‌بعدی رو برای شما نمایش بدم. خب برای این که مسئله رو یکم چیزهایی که خوندیم رو تمرین کنیم، فرض کنید که اینجا این عددهایی که روی فلش نوشته شده اینا مسافت باشن، یعنی مثلا از A به S 2 کیلومتر، از A به T 5 کیلومتر، ولی هزینه به ازای هر کیلومتر مثلا 10 واحد پولیه. الان مثلا مسافت 2 کیلومتر میشه 2 تا 10 واحد پولی، یعنی 20 واحد. پس هزینه یک تابعی از مسافت که مسافت ها رو به ما داده، ولی هزینه رو رابطه‌اش رو فقط میدونم. بذار این دوباره اینا رو بنویسم. خب اگه شکل رو نگاه کنید، این بار گفتیم که هزینه‌مون یک تابعی از مسافته. حالا فرض کنیم هزینه‌مون رو با f نشون بدم. فرض کنیم به ازای هر کیلومتر 10 f i j k میشه 10 برابر اون مسافت i j k. مثلا اگه بخوام f a s 1 رو حساب کنم، میگم مسافت شطر از a به s 2 از s به 1 3 پس 5 صد داره 10 میشه 50 واحد پول. تنها تغییری که مثلا ما میکنه z ماست، یعنی این بار به جای اینکه x رو به c ضرب کنم، x رو به f ضرب خواهیم کرد. i j با f i j سه تا هم سیگما i j و خب الان بریم ببینیم اینو اگه بخوایم به مدلمون اعمال کنیم باید به چه صورتی عمل کنیم. خب الان یک روش که به ذهن آدم میرسه اینه که بیایم یک تیبل هم برای f بنویسم و بیام هر چی که اینجا عدد دارم رو ضرب در 10 کنم، یعنی دوباره همین صورت a s a t b s b t به جای 5 اینجا بنویسم 50، به جای 60 بنویسم 60. خب مشکلی که داره اینه که دوباره باید من یک جدول رو براش بنویسم. خب به نظر من بهتره که من بیام تو پارامترها f رو تعریف کنم قبل از اینکه این پارامترها رو ببندم. واسه نیکو میگم که یه f دارم، اندیساشم i و j و k، ولی مقادیرش رو فعلا برای ما نمی‌نویسیم، مقدار دهی نمی‌کنم، میشه انجام هم نداد. حالا یه کامنتی هم میشه اینجا براش، توضیحاتی هم نوشت. نمی‌نویسم transportation cost، نمیام میکنم transportation distance مسافت. خب الان f رو تعریف میکنم، بعد اینکه c رو هم تعریف کردم میام مینویسم که یک رابطه‌ای به این صورت دارم، f i و j و k برابر با 10 ضرب در c i و j و k. رابطه بین f و c رو برای گمز می نویسیم. فقط دقت کنی که مقداری که دارم این رابطه رو می نویسم هیچ وقت رابطه رو نباید موقعی که تعریف می کنیم بنویسیم، یعنی حتما جایی که یک پارامتر تعریف میشه ما حداکثر کاری که می تونیم بکنیم اینه که یک مقدار اولیه به این صورت بهش بدیم. نمی تونیم یک رابطه ای رو براش تعریف کنیم که اونو وصل کنه به یک پارامتر، یک تیبل یا هر چیز دیگه. بعد اینکه پس f و c رو تعریف کردم، یک رابطه رو توی یک سطر مجزا براش می‌نویسم. حالا مدل یعنی گمز متوجه میشه که f به ازای هر c i j k 10 برابرش. الان اگه این درست اعمال شده باشه جواب بهینه ما، یعنی باید جواب بهینه‌ای که به دست میاره 10 برابر بشه، چون هزینه های ما انگار 10 برابر شد. ولی جواب بهینه به ازای ارسال ها نباید تغییر کنه. 1030 بود الان باید بشه 10300. خب دیسپلی رو بزنم Z. ما هنوز اینجا تو قسمت تابع هدف بهش نگفتیم که اینو ضرب داره به جای C به F ضربش کن. خب الان امانش بله 1300، ولی همون جواب های ارسال ما تغییری نمی کنه، چون تنها تغییر ما در مقدار هزینه ماست. دوره مینیمم هزینه ما به ازای همین ارسال ها به دست میاد. از این هم از این تغییر. حالا بیاییم برای یه مسئله یک شرط بذاریم، یه شرط مثلا مدیریتی. گفته که میزان ارسال من از
کارخونه آ به انبار S و بعد به مشتری C حتما باید 20 مقدار باشه، یعنی مقدارش 20 بشه. یعنی این شرط رو برای ما تو مدل اعمال کرد. من اگه بخوام این رو به نرم افزاری کمز بفهمیم، یه باید یک محدودیت بهش اضافه کنیم، یک روش خیلی راحت تر میتونیم این مقدار رو فیکسش کنیم، یعنی ثابتش کنیم. ثابت کردن در گمز به این صورته که میام میگم که x.fx .fx میاد یک متغیر رو فیکس میکنه مقدارش رو. چه اندیسایی رو از این متغیر میخوام؟ اندیسایی که میخوایم رو بین دو تا علامت نقل قول میارم و سه میگم برابر با 20. اگه این علامت نقل قول رو نذارم فکر میکنه که این اندیسه، یعنی اندیس آ اندیس اس، و ارور میده، میگه که اگه اندیسی به اسم آ شما نداریم. ولی وقتی بین دو تا نقل قول میذاریم این بهش میگه که برو اون اندیسی که دقیقا آ هستش رو بردار، یعنی بین اندیس آی برو ببین کدومش آه اونو بردار، اندیسای جی کدومش اس اونو بردار، و تو اندیسای کا هم اونی که سه هست رو اختصاص بده به x برابر 20. وارد نرم افزار بشم، آی و جی کا تعریف شده، اف تعریف شده. من جی میتونم این تعریف رو به نرم افزار گمز بگم که هر چیزی که نیاز دارم اینجا تعریف شده باشه قبلش، یعنی هم آی تعریف شده باشه، هم جی، هم کا، و هم متغیر به اسم x. خب پس بعد اینکه من متغیر x رو تعریف کردم میتونم اینجا به این مسئله بگم، میگم که x.fx بعد اندیسا و مشتری 3 x رو روی 20. حالا بقیه رو طوری بچین که هزینه من مینیمم بشه. خب مسلما جواب ما بهتر نخواهد شد، یعنی بدتر میشه. عملا ببینیم چه شکلی میشه. بله، ببینیم که به جای 10300 شد 10900 و جواب من از AS به مشتری 3 مقدار 20 رو گرفتش. پس این هم یک جور مقداردهی اولیه هست. مثلا ما بعضی هست متغیرها رو فیکسش میکنیم. خب حالا به عنوان مثال یک نکته خیلی مهمی که در مورد مسائل اینتیجر یا مسائل میکست اینتیجر پروگرامینگ داریم اینه که در قالب یک مثال نشون بدم، فرض کنید که ظرفیت های ما به جای 100 و 90 اینا رو یکم بیشتر کنم. به عنوان مثال قسمتی که ظرفیت ها رو تعریف کردیم اینجاست دیگه، کارخونه آ به جایی که 100 باشه بکنمش مثلا 210 بیشتر بشه، کارخونه به هم ظرفیتش رو بکنم 100، مشتری اول تقاضاش 60، دومی 40، سومی هم بیشتر کنم مثلا بکنم اینم 210. حتما باید توجه داشته باشم که این ظرفیت تولید از مجموع اینها کمتر نشه، هنوز 60 و 40 100 با 210، اینم دوباره 100 و 210، ظرفیت ها با تقاضاها کفایت میکنه برای تقاضا. خب الان میایم اینا ما رام بگیریم، سطر هم اگه بخوام اعمال نشه اولش میتونم یه ستاره بذارم، هر سطری که اولش ستاره بذاریم اون سطر رو برای ما اعمال نمیکنه. خب الان اینو رام بگیرم، دیسپلی رو اگه نگاه کنید ببینید ما گفتیم که مشتری سوم تقاضاش چقدره؟ 210. الان ببینم اون 210 برآورد شده یا نه. 60 تا از اینجا میگیره مشتری یک، درسته؟ و میبینیم که ببخشید مشتری یک تقاضاش 60 تا بود تو اینجا. مشتری یک 60 بود، مشتری 3 زیاد کرده بودن 210 تا. ببینیم اون 210 تا رو پر کرده یا نه. بله اینجا پر کرده. و جواب بهینه ما چقدر شده؟ 22700. این یکم دیگه بیشتر کنم. الان نکته که شاید الان به ذهن ما نرسه اینه که خب مدل حل کردیم جوابمون درسته و میتونیم مثلا با این جواب استناد کنیم.
این نکته خیلی مهمی که ما در نرم افزار گمز داریم اینه که نرم افزار گمز به طور پیش‌فرض مقادیر عدد صحیح رو حداکثر 100 میگیره. پس این نکته رو من بنویسم اینجا. گمز به طور پیش‌فرض مقادیر عدد صحیح رو حد اکثر 100 در نظر میگیرد. برای اینکه خب سرعتش رو ببره بالا برای جستجو کردن به طور دیفالت 100 گرفته در نظر میگیرد. خب اگه بخوام اینو تغییرش بدم، همونطور که فیکس کردیم یک متغیر رو، یه حد بالا هم میتونیم براش تعریف کنیم. پس بهش میگیم تعریف حد بالای یک متغیر. حد بالای متغیر. متغیری که ما تو اینجا داریم x. اگه بخوام x حد بالاش رو تعریف کنم، گفتم به طور دیفالت x من حد بالاش 100. اگه بخوام من این حد بالا رو از 100 تغییرش بدم، می‌نویسم .up اندیسی که میخوام، چون همه اندیس ها رو من میخوام، اینجا میگم i و j و k. وقتی بین دو تا علامت نقل قول نمیذارم، یعنی همه اندیس های i و j k رو میخوام تغییر بدم. خب مثلا فرض کنید یک عدد بزرگتر از 100 بگیرم، 1000. با توجه به اون ظرفیت هایی که من دارم، مطمئنم هیچ کدوم 1000 بیشتر نخواهد بود. حالا بریم ببینیم مدل ما چه تغییری میکنه. خب پس این جواب بهینه‌شو یادمون نگه داریم، 22700، و این جواب رو به این صورت تو ذهنمون نگه داریم. حالا بریم این تغییر رو اعمال کنیم. میگم که x.up اندیس i و j و k برابر 1000 باشه. خب الان اگه مدل رو حل کنیم، میبینی که تا به هدف ما هم مقدارش تغییر کرد، هم این نحوه پخش کردن بارها از کارخونه به انبار و از انبار به دست مشتری. الان نگاه کنید، یک متغیری مقدار 110 گرفته، در حالی که تو جدول‌های قبلی امکان نداشت یک عددی بالای 100 رو پیدا کنیم. یعنی حداکثر میتونستن مقدارشون 100 باشه. یعنی اگه دقت کنید تو مسئله قبلی یه دونه 100 داشتیم، یه دونه هم 10 از یک جای دیگه گرفته بود. درسته؟ ولی اینجا هر کدوم از درایه‌ها میتونن مقادیر بالای 100 رو هم داشته باشن. پس جواب بهینه ما، جوابی که در دفعه قبل به دست آورده بودیم، جواب بهینه درستی نبود. و اگه در مسئله ای ما متغیر اینتیجر داریم، حتما باید حواسمون به این قضیه باشه. مخصوصا که ما برای ما یک زنگ خطره وقتی که بدون اینکه شرط حد بالا رو اعمال کنیم و جواب بهینه رو نگاه کنیم، ببینیم که چند تا از این متغیرها مقدارشون 100 شده. اونجا ما باید شک کنیم، احتمال داره بیشتر از 100 هم میتونست باشه، ولی به خاطر محدودیت خود نرم افزار نرفته. و خیلی ساده میتونیم با یک سطر این رو استاق کنیم. 22300 شد. قبلی دوباره من چک بکنم چند شده بود؟ 22700. بله 400 تا جواب بهینه‌مون از جواب بهینه واقعی دورتر بود. خب پس این رو هم حتما باید در نظر داشته باشیم. خب به نظرم تا اینجا یک مثال هم کافی باشه. مثال های ساده ای میزنم تا مطلبی که میخوام بگم رو راحت تر توضیح بدم. خب یکم دوباره از ویژگی های گمز براتون میگم و دوباره با یک مثال دیگه میام و وارد نرم افزار گمز میشم.